تولید 10 میلیارد قرص و کپسول در سال تنها واحد داروی انسانی استان سمنان رو در جمع 10 طرح ملی قطع وابستگی در واردات داروهای عمومی قرار داده. داروهای برای اعصاب، برای بیماری‌های قلبی عروقی، داروهای گوارشی، برای ناراحتی‌های کلیوی، داروهای ضد درد اصلا وارداتش صورت نمیگیره. وسعت 11000 متر مربعی که دو ساله با سرمایه گذاری 300 میلیارد ریالی و 17 میلیون یورویی برای 150 نفر شغل ایجاد کرده. خودم محصول خودمونو بیرون میبینم واقعا ذوق میکنم. تجهیزات روز دنیا با قابلیت 90 تا 150 هزار قرص و کپسول در ساعت این مجموعه رو به واحد شاخص خاورمیانه در تولید داروهای جامده شیمیایی تبدیل کرده. تا پایان عمر قفسه‌ای دارو ما تستای این ویترو رو که در مقایسه با برندهای خارجی هست انجام میدیم و تا تایید نشه اصلا وارد بازار نمی‌کنیم. بومی سازی فناوری تولید کپسول‌های ژلاتینی یکی از توفیقات خط تولید این کارخانه است. یه سری داروها مثل روغن ماهی یا همون امگا 3 که هم بوی بدی داره، هم طعم بدی داره، هم نمیتونه در مجاورت هوا باشه، تنها راه ارائهش همین شکل سافت جل هستش. ابتکار و نوآوری خلاقانه در روکش قرص ها برای سهولت مصرف بیماران. به خاطر طعم و مزه قرص ممکنه باشه که واسه بیمار خوشایند نباشه، یا باید بعضی از داروهامون نباید تو معده باشه، باید تو روده باشه که اصطلاحاً انتریکوت میگن. هر قرصی داره رنگ مختلف واسه شناسایی خاص خودش طبق استانداردهای جی ام پی تولید میشه. مشتری مداری در بسته‌بندی و عرضه محصول به بازار داخلی. اصالت محصول رو با این بارکد، با این اطلاعات، این محصول قابل ردیابی و پیگیری هستش. سبد محصولات این شرکت نوپا با تلاش بخش تحقیق و توسعه در حال افزایشه. تا پایان سال 30 محصول جدید وارد سبد داروی شرکت سنامت میشه. راه آینده در سال 99 با برنامه ریزی بلند مدت کیفی و تولیدات جدیدتر. متخصصان و محققان این شرکت دارویی در پی اون هستند تا تعداد محصولاتشون رو در 3 ماه آینده از 50 نوع داروی عمومی به 80 نوع برسونن. نظیر این قرص جوشان کلسیم و ویتامین دی که از محصولات جدید بازار ایران هم هست. حسین